F-313 جنگندهی 100% ایرانی با قابلیت‌های بی‌نظیر. قاهر F-313 فناوری این جنگنده آنقدر نوین است که اسپوتنیک روسیه گزارشی برای آن نوشت و از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین جنگنده های نسل پنجم جهان نام برد. جنگنده های نسل پنجم باید رادارگریز و فراسوت باشند، مانورپذیری و تطبیق پذیری آنها ثبت شود، مجهز به سامانه های هدایت شونده پیشرفته برای تنوع حملات باشند و جنگ افزارهای گوناگون را در خود جای دهند. قاهر F-313 توانمندی حمله به هر هدف متحرکی را داره و مهمتر از آن بومی است و مطابق با شرایط استراتژیک منطقه و جنگ های نوین خلق شده است. افتخار ما اینه که این هواپیما از نوک هواپیما که پیتوتیوفی این هواپیماست تا انتها که موتور این هواپیماست، بدنه، متریال، همه چیزش ایرانیه. ذهن ایرانی F-313 را طراحی کرد و دست ایرانی آن را ساخت، حتی موتورش ایرانی است. امروز روز آغاز آزمایش‌های زمینی این جنگنده نسل پنجم جهان است، آزمایش هایی که با تاکسی روی باند شروع می شود. قاهر F-313 را با هیچ جنگنده نسل پنجمی نمی توان قیاس کرد، حتی با F-35 یا F-22 قاهر قاهر است، چرا که برای نخستین بار جنگنده‌ای می تواند در ارتفاعی بسیار پایین از سطح آب و خاک و با سرعتی باور نکردنی اهداف را یکی یکی رصد و منهدم کند. حالا اهداف هر چه باشد، هواپیمایی که میتونه در ارتفاع پایین به پرواز در بیاد، مهمات و سلاح خودش رو در داخل بدنه خودش نگه داره و سطح مقطع راداری پایینی داره، بر همین اساس قیافه و شیپ این هواپیما باعث میشه که امواج رادار رو به راحتی بتونه عبور بکنه. پیکربندی قاهر به صورتی است که آن را رادار گریز کرده، قابلیت نشست و برخاست در باندهای کوتاه را دارد و چون ایرانی است، تعمیر و نگهداری آن ارزان، امکان تغییرات بر اساس نیازها آسان و تولید انبوه آن امکان پذیر است. قاهر F-313 طیف متنوعی از مأموریت‌ها را در وظایف خود دارد، مأموریت‌هایی چون شناسایی، گشت‌زنی، مراقبت و پشتیبانی نزدیک. آرزو می‌کنیم جنگنده کاملا ایرانی ما هر چه زودتر عملیاتی شود و قوه قهریه قاهر F-313 را از نزدیک مشاهده کنیم. جنگنده های نسل پنجم باید رادارگریز و فراسوت باشند، مانورپذیری و تطبیق پذیری آنها ثبت شود، مجهز به سامانه های هدایت شونده پیشرفته برای تنوع حملات باشند و جنگ افزارهای گوناگون را در خود جای دهند. قاهر F-313 توانمندی حمله به هر هدف متحرکی را دارد و مهمتر از آن بومی است و مطابق با شرایط استراتژیک منطقه و جنگ‌های نوین خلق شده است. افتخار ما اینه که این هواپیما از نوک هواپیما که پیتوتیوفی این هواپیماست تا انتها که موتور این هواپیماست، بدنه، متریال، همه چیزش ایرانیه. ذهن ایرانی F-313 را طراحی کرد و دست ایرانی آن را ساخت، حتی موتورش ایرانی است. امروز روز آغاز آزمایش های زمینی این جنگنده نسل پنجم جهان است، آزمایش هایی که با تاکسی روی باند شروع می شود. قاهر F-313
F-313 جنگنده‌ای 100% ایرانی با قابلیت‌های بی‌نظیر. قاهر F-313 فناوری این جنگنده آنقدر نوین است که اسپوتنیک روسیه گزارشی برای آن نوشت و از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین جنگنده های نسل پنجم جهان نام برد. پایینی داره، بر همین اساس قیافه و شیپ این هواپیما باعث میشه که امواج رادار رو به راحتی بتونه عبور بکنه. پیکربندی قاهر به صورتی است که آن را رادار گریز کرده، قابلیت نشست و برخاست در باندهای کوتاه را دارد و چون ایرانی است، تعمیر و نگهداری آن ارزان، امکان تغییرات بر اساس نیازها آسان و تولید انبوه آن امکان پذیر است. قاهر F-313 طیف متنوعی از مأموریت‌ها را در وظایف خود دارد. مأموریت‌های چون 113 را با هیچ جنگنده نسل پنجمی نمی‌توان قیاس کرد. حتی با F-35 یا F-22 قاهر است. چرا که برای نخستین بار جنگنده‌ای می‌تواند در ارتفاعی بسیار پایین از سطح آب و خاک و با سرعتی باور نکردنی اهداف را یکی یکی رصد و منهدم کند. حالا اهداف هر چه باشد، هواپیمایی که میتونه در ارتفاع پایین به پرواز در بیاد، مهمات و سلاح خودش رو در داخل بدنه خودش نگه داره و سطح مقطع راداری